خب دوستان، سوالاتی آمده که بعضیاش خطابش هر دو نفر آقایونه، بعضیاش خطابش یکی از آقایونه، ولی معنیش این نیست که اون یکی شخصیت نمیتونه بهش جواب بده. ولی سوالات توسط کسانی آمده که به نظر من میرسه خودشون اهل فکر کردن نسبت به این مسائلن. چون ببینید، مثلا این سوال 3 صفحه 4.5 صفحه سواله. من فکر میکنم خب اونا رو خودتون جواب بدید. نه، من فکر میکنم من باید از سبک دکتر هراکویی استفاده کنم. سبک دکتر هراکویی در پاسخ به سوالات تو برنامه های خودشون این است که اصلا عجله نمی کنن. یعنی برای یه سوال کننده ممکن حتی 1 ساعت هم وقت بگذارن. خب این دوستانم این سوالات رو مطرح کردن، فکر کردن که برداشتن نوشتن. اگر از دیدید من با سرعت بخونم و سوالات شما همه جوانه بشه بگید. سوال اول، اسما و مشخصات هم هست که چه کسی از ما داره سوال میکنه. از شیدوش باستانیست، نمیدونم اسم زنه یا اسم مرده، شیدو آخانم یا آقای شیدوش باستانی این سوال کرده. با تشکر از برنامه خوب و مرتبای جنابعالی با آقایان دکتر هراکویی و دکتر نیری، بنده یکی از صدها بیننده این برنامه هستم، ضمن اینکه خود چند کتابی نوشتم که در 2 عدد از این کتاب‌ها درباره الوهیت مطالبی چاپ گردیده است. به نام چکیده یکی از کتاب هاست و دیگری 7 عالم، که در اولین صفحه 7 عالم این عبارت را ذکر کردم: خدا هست برای کسانی که او را باور دارند و نیست برای آنهایی که او را باور ندارند. آقای فروزنده، تعجب نفرمایید اگر بگویم که اثبات خدا بسیار هم ساده است، همچون 2 ضرب در 2 مساوی با 4. منتهای مراتب کو گوش شنوا. هزاران سال است که این عقاید و افکار در ادیان هست و تا به حال کسی سعی نکرده که واقعیت‌های محیطش را ببیند. در این راستا چندین گروه دست به کارند. گروهی که اصلا نمی‌دانند که چه خبر است. جناب دکتر نیری، بهتر از هرگز وقت و انرژی خود را صرف این گروه افراد نکنید که نتیجه ای ندارد. عده‌ای که فکر می‌کنند که می‌دانند چه خبر است، در صورتی که نمی‌دانند. این علمی که ساینس شما مدعیان هستید از همان بد به خلقت به وجود آمد. در آن زمان نه دانش پژوهی بود و نه دانشمندی و نه فیزیکدانی، و در صورتی که تمامی این اکتشافات و اختراعات هم میتوانست به نوعی در این عالم باشد. و حالا شما بعد از میلیاردها سال آمدید و راجع به فیزیک صحبت میکنید. چیز تازه ای نیست، زیرا علم توی پرانتز ساینس با همه پیشرفتش هنوز به فاکتور بی‌نهایت دسترسی پیدا نکرده است. آن وقت شما چطور میتوانید با قاطعیت بفرمایید که خدا نیست؟ و من میگویم که خدای من همان فاکتور بی‌نهایت است. و اگر شما میفرمایید که علم روی این فاکتور کار میکند، پس منتظر بمانید تا خدا را هم ثابت کند. و دسته ای هم که میخواهد نصب کنه جام افتا بذار همینجا، من نفهمیدم یه مطلبی رو میفرمایند و اون اینه که شما میگید چیزی به اسم بی‌نهایت، بعد علم هم یه روزی به این بی‌نهایت میرسه، خدا مساویست با بی‌نهایت، پس یه روزم علم خدا رو ثابت میکنه. به نظر من آقای دکتر بهتر جواب میدن. ماجرای بی‌نهایت یه مفهوم ریاضی یا یه مفهوم ذهنی داره، موضوع خدا این است. من چون میخوام بعدش هم بشنوم، ولی اصلا استدلال من متوجه نمیشم که این بذارید اون بشه بعد این اینجوری میشه. بله، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که نظر دوست عزیز ما درسته، خب ما هم صبر میکنیم تا اون موقع. ولی ایشون نمیتونه از قبل که درباره هر دو معتقدن مثل من آقای دکتر نیری نمیدونن تصمیم بگیرن که پس به زودی چنین خواهد شد. اون از کجا آمد؟ همونطور تا هر وقت ثابت شد، من و آقای دکتر نیری هم از این طریق میپذیریم. من که به وجود خدا باور دارم، ولی این استدلال نیست اصلا. یه حرفیست، 2 لغت رو ایشون سرهم کردن، بی‌نهایت و خدا. بعد اومدن گفتن خدا بی‌نهایت، بی‌نهایت خدا، بی‌نهایت و علم میدونه، به زودی علم به خدا و هر چیزی از این قبیل. من نفهمیدم. آقای دکتر نیری شما تا اینجا متوجه شدین؟ من به نظرم استدلال خیلی ضعیف میاد متاسفانه. همونطور که دکتر هراکویی هم گفتن، شما یک اسم عجیب غریبی رو مثل بعضی ها که میگن خدا انرژیه، این مسئله رو که حل نمی کنه که. و بعدم دوست عزیز، دوست بینندگان گرامی، فکر میکنم ما بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم.
مسئله حداقل من اصلا مسئله انکار و یا ضدیت با خدا نیست. من بسیار مشخص دارم میگم من در هیچ فرمول بندی علمی به معنای ساینس، هیچ تجربه آزمایشگاهی ما انگشتان خدا رو ندیدیم. و اینکه بی نهایت یک مقوله ریاضی است، یک مقوله ذهنی است، یک ربطی به اون چیزی که در واقعیت‌های فیزیکی، اتفاقا تمام کار فیزیکدان‌ها این است که بی نهایت‌ها رو از تئوریشون حذف بکنن، به خاطر اینکه بی نهایت یک چیز ملموسی نیست که در طبیعت وجود داشته باشه. تمام کارهای بزرگی که در نظریه میدان‌های کوانتومی از دهه 50 و 60 تا 70 میلادی شده برای شناخت نیروهای بنیادین طبیعت، برطرف کردن همین بی‌نهایت‌ها بوده در تئوری‌های فیزیک موفق هم شدن. ما الان فقط اتفاقا یک بی‌نهایت مونده که از بینش ببریم، به نظر میاد نظریه ریسمان‌ها یا نظریه گرانش کوانتومی، کوانتوم گراویتی، در تلاش هست که آخرین بی‌نهایتی که در نظریه‌های بنیادین فیزیک هست رو برطرف بکنه. اتفاقا ما اصلا بی نهایت چون یک مقوله ذهنی و ریاضی است و در طبیعت بی نهایت بی معنی است، حتی ما عالم رو هم میگیم بسیار بزرگه، بسیار بسیار بزرگ، ولی به هر حال یک حد معینی داره که در مخیله ما نمی گنجه، اما همچنان بی نهایت نیست. بنابراین من واقعا درک نمی کنم. میگم شما میتونید بگین از نظر من خدا همون پنج به اضافه یکیست که این روزا راجع به صحبت هست، یه روزی بالاخره توافقی خواهد شد و معنی خدا رو خواهند فهمید. این که استدلال نشد دوست گرامی. متشکرم. بقیهش بخونم برام. خواهش میکنم حتما. و دسته این هم که میخواهند بدانند چه خبر است، که آن گروهی که میدانند نمیگذارند که بدانند، همچون جناب دکتر علی نایری. یعنی آقای دکتر نایری مانع میشن که اون افرادی که میخوان بدونن، من اینجوری میفهمم، نتونن بدونن که چه خبر. و اما در جواب آقای دکتر فرهنگ هولاکویی، جناب آقای فروزنده، بنده ایشان را از زمانی که جوان بودند میشناسم. بینند عزیز، ایشون هنوزم جوان و پر انرژی هست. البته ایشان مرا نمیشناسم، این جمله از خودمم. از همان دوران جوانی بسی در سخنرانی ها و توضیح مسائل از قدرت بیان بالایی برخوردار بودند. و اگر بپرسید که چرا خدای را باور دارند، میگویم چون خود را مدیون این استعداد خدادادی میدانند. و به جرأت میگویم که هیچ کس حریف ایشان در مباحث مختلفی که ایشان در آن کسب علم و دانش کردند نخواهد بود. فرض بنده بر این است: یک، عدم و نیستی نه کمیت است و نه کیفیت که بتوان تعریفی داشته باشد. و بنده نمیدانم اگر خدایی نیست چرا شماها سعی بران دارید که ثابتش کنید پس هست، و اگر نه شما چیزی را که نیست چطور دربارش صحبت میکنید جلل خاله. دو، اجازه بدید. ببینید عزیز، الان اون جمله‌ای که راجع به عدم و چیز فهمیدم میشه دفعه دیگه بخونید؟ فرض بنده بر این است: یک، عدم و نیستی نه کمیت است و نه کیفیت. ببین، اول خودشون لطف فرمودن به بزرگواری اشاره کردن که فرض بنده این است. دوم فرمودن عدم و نیستی، درست کنم، نه کمیت نه کیفیت. بازم یه حرفی است که من مطمئنم آقای دکتر بیشتر بهش میگم، یعنی هیچی. عدم و نیستی که ما نمیدونیم چیه، ایشون هم میفرمان نه کمیت نه کیفیت. بنابراین پس هممون میرسیم به اینکه عدم یعنی نیستی. بعدم از کجا اومده؟ برای که ذهن توانای انسان که توانای تجرید و انتظار رو داره، این رو بهش اشاره کرده، همونطور که آقای دکتر نایری اشاره کردن، مفهوم بی‌نهایت یه مفهوم ریاضی است، یه مفهوم ذهنی است که ما برای بیان برخی از مسائل که وقتی به عدد میرسیم میگیم تا کجا میره، میگیم تا بی‌نهایت، برای که بحث رو تمام کنیم، ولی معنایی به یک اعتبار نداره. اینم که میفرمان نه کمی است نه کیفی است، بسیار حرف میتونه درستی باشه و احتمالاً هست، ولی چه ارتباطی به این داره که بعد نتیجه بگیرن که پس چرا شما میخواید این کارو بکنید یا نکنید؟ خب ایشون هم الان یه تلاشی میفرمایند که من روز متوجه نشدم که یا میگن خدا هست یا میگن خدا نیست، یا احتمالاً به این نظر و نتیجه رسیدن که هیچ کس نمیدونه و هیچ استدلالی نداره که خدا هست یا نیست. فکر کنم وقت یکم شبیه مانند هم میشیم، ولی برداشت آقای دکتر مایلم بدونم، برای اینکه این مطالب به هر حال به دلیل
احترام و اهمیتی که برای نظریات دوستان خوب عزیز قائل هستیم باید شکافته بشه و الا احتمالاً یه بحثی میشه که به جای نرسه. به همینجاست که اجازه میخوام بعدش هم اگر مطالبی هست همونجا تک تک متوقفش کنیم. ولی خوشحال میشم اگر میخواید یه دفعه بخوندش که آقای دکتر نجری از یه دید دیگه بهش نگاه کنن، برای که به نظر من موضوع مهمی است. از همین از فرض بود. بله بله جناب دکتر، ایشون میگن که فرض بنده بر این است: یک، عدم و نیستی نه کمیت است و نه کیفیت که بتوان تعریفی داشته باشد، و بنده نمیدانم که اگر خدایی نیست چرا شماها سعی برای بران دارید که ثابتش کنید. پس هست وگرنه شما چیزی را که نیست چطور دربارش صحبت میکنید؟ جل الخالق. من عرض کنم که اگر که بخوایم مفهومی که حالا ایشون دارن میدن، ولی به لحاظ ریاضی و در فیزیک عدم و نهستی یا نیستی کاملا مفهوم مشخصی داره. ما در ریاضیات در واقع صفر رو برای عدم استفاده میکنیم و در فیزیک خلاء رو استفاده میکنیم. واقعیت این هست که پرسش در این هست که ما تلاشی اصلا نداریم در هیچ مجموعه دانشگاهی که ساینتیست ها، دانشورزان، متخصصین علوم تجربی دارن کار میکنن که نشون بدن خدا هست یا نیست. اصلا این مقوله، این بارها دکتر هلاکویی هم اتفاقا تو بحثشون گفتن، اصلا این مشغله ذهنی ما نیست. واقعا مهم این هست که آیا در کارهای علمی که تا به حال به خصوص بعد از انقلاب علمی که انجام شده، بعد از دوره تاریکی در اروپا، عصر رنسانس و عصر روشنگری شروع شده با انقلابهای بزرگ فکری و علمی، هیچ جایی شما اثری از وجود یک دانای مطلق توانایی که قوانین طبیعت رو، من باز هم تکرار میکنم، تونسته باشه به اراده خودش هر جایی که به نفعش بوده یا میخواسته کمکی به کسی یا کسانی بکنه تغییر بده، همچین چیزی تا به حال مشاهده نشده. حالا شما دوست دارید که اینجوری فکر بکنید، من اصلا با شما بحثی ندارم در این زمینه. من اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ببینید، چون اشاره فرمودن چرا این بحث مطرح میشه، خیلی ساده است. من وقتی اومدم خدمتتون گفتم آقای دکتر نجری تشریف میارن یا نه، بنابراین شما گفتید نه. پس من به این نتیجه رسیدم که آقای دکتر نجری در اینجا تشریف ندارن، یعنی در اینجا نیستن. اما میدونم که با وجودی که در اینجا نیستن، آقای دکتر نجری هستن. به همین دلیل که از طریق اسکایپ تشریف آوردن. پس ما یه چیزی داریم به اسم نبودن، یه چیزی به اسم بودن و یه چیز به اسم نبودن. اما ذهن انسانی میگه شاید یه چیزی باشه که مسئله نبودن نیست، اصلا نیستیه. بنابراین مغز آمده یه تفکیک سگانه کرده، گفته بودن، نبودن، نیستی. کودک انسانی هم علت اینکه دچار سپریشن انگزایتی، استراب جدایی میشه، اینه که بچه قبل از 18 ماهگی که با آبجکت پرمننت نمیرسه، نبودن رو با عدم یکی میگیره. یعنی وقتی مادرش میره، فرض رو بر این نمیگیره که مادرم هست و اینجا نیست، فرض رو بر این میگیره که مادر نابود شد. علت اون وحشتی که در مغزش به وجود میاره از همینجاست. به همینجاست که ما کوششمون چیه؟ کوششمون این است که پدران و مادران عزیز، بچه رو بین 7 تا 16 ماهگی که مرحله سپریشن انگزایتیه، و برای که مطمئن باشیم بین 6 تا 18 ماهگی، مبادا از اون کسی که پرایمری کیر تیکره دور کنید، یعنی همیشه باید کنارش باشه، تا بچه‌ای که الان نبودن رو با عدم یکی میگیره دوچار این فکر نشه. اما بچه در حدود 18 ماهگی به یه مرحله میرسه که از در علمی شکیم object permanent. object permanent یعنی یه ثبات، یه قرار. یعنی چی؟ یعنی به دلیل اینکه پدر و مادر که رو عرض کنم چگونه یه تصویر ذهنی مادر از خودش در ذهن بچه میسازه، و بنابراین وقتی مادر نیست، بچه‌ای که براش تخیل واقعیت فرقی نمی‌کنه، تصویر مادر رو میاره به ذهنش و آروم میگیره، و به همین جاست که میتونه با مادر بزرگ یا با کسی که ازش مراقبت کنه ارتباط برقرار کنه. و برای این کار چی میگیم؟ که بنده تو سی دی آوردم خدمت شما، فکر کنم عرض کردم،
ما بزرگترین مهمترین بازی زندگی انسان رو قایم موشک میدونیم و به همین جاست که بچه ها اون هیجان رو پیدا میکنن. یعنی وقتی به بچه میگید من میرم پنهان میشم و تو منو پیدا کن، بچه وقتی که نیست یه حالت استرابی پیدا میکنه و بعدن راه میفته و یا به هر حال پدرم داره مثلا میگم بیا اینجا، یه بچه خبری میشنوه به اون مرحله نمیرسه. و شما به بچه ها نگاه کنید، وقتی به مادر یا پدری که پنهان شده، هر کسی که پنهان شده میرسن، یه حالی پیدا میکنن که حالت اکسایتمنت یا هیجان، یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده. و ما وقتی هزار دفعه با بچه اونی بازی رو میکنیم، بچه به این نتیجه میرسه که نبودن مساوی نیستی و عدم نیست. در نتیجه از اون به بعد بچه رو میشه گذاشت مدرسه یا کودکستان یا مهد کودک و رفت، برای که میدونه بچه مادرش رو داره، قبل از اون نداره. حالا بچه‌ای که دچار سپریشن انگزایتی میشه نمیتونه تحمل کنه که بره مدرسه و مادر بره، برای که از نظر او مادر تموم شد. مادر برای بچه چیه؟ تمام ذهن و زندگی و هستیشه. به همینجاست که این قواعد در خصوص انسان میشناسیم. میفرمان اینا از کجا آمده؟ به دلیل اینکه حتی کودک در 2-3 سالگی متوجه بود و نبود میشه. ما یه ذره که بزرگ شدیم یه مفهومی به اسم عدم رو ساختیم در بحثامون. به یک اعتبار حرف ایشون بسیار درسته، عدم که اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. ما اومدیم در مقابل عدم گفتیم یه بوده و یه نبوده، بعد اومدیم گفتیم تازه بود و نبودم با ملاک‌های در حقیقت ابزاری است که ما اندازه میگیریم. اومدیم و بهترین حرف فلسفی اونه که دنیا نبوده نه نبوده بلکه یه نموده، یعنی یه چیزی است که به نظر من میاد. دفعه قبلا با آقای دکتر این صحبت کردیم که من یه چیزی به اسم رنگ میبینم که به یه اعتبار بوده به یه اعتبار نبوده، و چون بود و نبودش با هم میگیم نموده. رنگ به یه اعتبار وجود نداره، در این حال یه چیزی هست که به نظر من سبز یا قرمز میاد، بنابراین میگیم جهان نه بوده نه نبوده نموده. بازم یه بحث و گفتگوی فلسفی است. چرا؟ برای که از نظر عقلی میتونیم این گفتگو رو با هم داشته باشیم، زبونش هم میفهمیم. در کار پرورش تعلیم تربیت هم از این اصل استفاده میکنیم که فرزندمون رو با یه وحشتی از جدایی و تنهایی و استراب مربوط به جدایی درگیر نکنیم که یکی از بدترین هاست در دوره 7 تا 16 ماهگی هم. اونم تازه میدونیم چرا مغز بین 7 تا 16 ماهگی درگیر مسئله نبودن و عدم میشه، بعد اون رو رها میکنه. چیز عجیب و غریبی نیست، برای که در 8 ماهگی به اصل علیت یا کازالیتی رسته، حالا ترکیب اینا رو باید بکنه. کنار اینم تازه چیز دیگه پیدا میشه، استرنجر انگزایتی، استراب غریب است. بچه با هر چیز تازه‌ای احساس بدی میکنه و ناراحت میشه. بنابراین مطالبی که میفرمایند اگر نگاه کلامی بهش داریم، اگر نگاه فلسفی داریم، اگر نگاه علمی داریم، هر کدوم جای خودشو داره، ولی چیز عجیب و غریبی است. نتیجه گیری ها هیچ معنایی نمیده و به همین جهت است که ایشون اگر میخوان این نتیجه رو بگیرن که اتفاقا من تو عرایزم بود، که بگن چون فکر خدا هست پس خدا هست، میشه یه بحثکی براش کرد برای اینکه ما چجوری یه چیزی رو در ذهنمون به وجود آوردیم که نیست. اما اشکال کاری نیست که انسان هم خلاقیت داره، به همین جاست که شعر درست میکنه و به همین جاست که میتونه یه شیء رو تصور کنه، مثلا یه پرنده ای رو تصور کنه با یه ویژگی هایی که الان تو فیلم ها دارن استفاده میکنن و بنابراین چیزی که اصلا در جان وجود نداره رو در ذهنش خلق کرده. به من میفهمن اینا هنوز ترکیب ماده است، میفهمم، ولی به هر حال چیزای عجیب و غریبی نیست. یعنی یه کسی اگر به من بگه چیزی به اسم عدم نیست، فکر کنم حرف درست میزنه. بگه عدم هم یه گفتگوی فلسفی یا ذهنیست، اونم میفهمم. ولی نباید اینا رو با هم مخلوط کرد که بگیم حالا که من و شما راجع به عدم صحبت کردیم پس معلومه یه چیزی وجود داره. حرف یه بحثک فلسفی منطقی داره، ولی بعدا نتیجه گیریش اینه که همونجا میستیم. یعنی آخر کار میگیم بسیار خوب، من و شما میخوایم برای گفتگون بگیم یه بودنه یه نبودنه یه عدمه. ایشون میفرمان نه، موضوع عدم منتفیست. میگم اونم میفهمم، بود و نبوده. به من میفرمان این بود و نبودم بر اساس ابزار ماست. میگم خب بیاد بگیم نموده. اگر ایشون هم حرف دیگه ای بزنن میتونم بفهمم، برای که میتونیم با هم گفتگو کنیم و به جایی برسیم. ولی هیچ کدوم حرف عجیب و غریبی نذاریم و استدلال یا نتیجه گیری ایشون اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. یعنی هیچ همچون نتیجه ای نمیشه گرفت که پس یک کسی اینجا کارش در گفتگو اشکال داره. بله، من و آقای دکتر نیری تمام مدت کوشش اونی بوده که بگیم مثلا راهی برای اثبات و استدلال، نه بودن خدا نه نبودن خدا نیست. بازم ایشون باز تکرار کردن که ما هیچ دستی نمیبینیم، معناش هم نیست که نیست ولی نمیبینیم.
ایشون معتقدان هست، مثل منی که فکر میکنم شاید یه جور دیگه باشه، نه به صورت دست، باوره. به همجاست که تفاوتی هم نمی کنه. برحال دو، یعنی بعد از اون بحث عدم و نیستی که نه کمیته و نه کیفیت، که یکش بود، دوش اینه: زمانی که شما میوهی چون هلو را ندیده و نخورده اید، پدیده های ذهنی شما هرگز و هرگز نه درباره هلو فکر می کند و نه تصوری دارد، مانند خیلی واقعیت ها که بشر 1500 سال پیش می توانست درباره اینترنت داشته باشد. سه، چرا ادیان تا به حال حتی یک فرضیه علمی هم نداشتند؟ فرضیه دکتر هولاکویی. بنده میگویم جناب آقای دکتر هولاکویی، سلسله مراتب ادیان تا این تاریخ همچون سلسله مراتب کسب و علم و دانش است. آیا شما در همان کلاس اول به شاگردان خود از اتم و کوانتوم و مکانیک صحبت می‌دارید؟ مسلماً هرگز. و بلکه معلمی که بتواند در حد استعداد شاگردانش به آنها بیاموزد برای آنها تعیین می‌گردد. و همچنین دوران دبیرستان که دبیر لازم است و دوران دانشگاه که استاد بایستی و بالاخره دوره‌های تخصصی و عالی تحصیلی. حال انبیا نیز به همین منوال درست است که شما برای بیمار افسرده خود داروی آرام بخش می دهید. می توانید بفرمایید برای چی این کار را می کنید؟ مسلماً می فرمایید که قادر باشد فعالیت های معمول خود را داشته باشد و آنها را به درستی انجام داد. بسیار خوب. ادیان نیز همین کار را با اهل عالم کردند تا باعث پیشرفت آنها در علوم گردند و بنده عقیده بران دارم که اگر ادیان نبودند، بشر در سردرگمی خود گرفتار ادهی حقباز و کلاش هرگز به این درجه از دانش و فناوری نمی رسید. درست است که گمراهی و خرافات هم به همراه داشت. قبول بفرمایید که هر داروی مقداری هم اثرات جنبی دارد. آقای فروزنده، این مطالب بسیار است و خود کتابی است، به همین مختصر قناعت کنید. لیکن اگر چرندیات بنده مورد توجه است، بنده را در جریان بگذارید تا در خدمت باشم. شیدوش باستان. ببینید، ایشون دو تا چیز رو به هم مرتبط کردن که نیست. حرف ایشون این هست که آیا در دنیای امروز ما همون روز اول به بچه کوچک یا هر کسی یا بچه کلاس اول فیزیک کوانتومی درس بدیم؟ خبر خوش برای ایشون دارم که بنده که 70 سالمه الان هم نمیدونم اصلا یعنی چی. بنابراین قصه یه ساله نیست، بنده هم خبر ندارم. آقای ما دکتر نیری میدونم بنده بیخبرم چون رشته و کار ایشون. بعد ایشون دارن استدلال میکنن به چون به عرایز من اشاره کردن که من گفتم در جهانی که فقط امریکا روزی 9 میلیون سالی 9 میلیون اختراع میکنه و در جهانی که ژاپن اونور 4 میلیون اختراع هست، ما در طول تاریخ یه اختراعی از جانب مذهب ندیدیم. ایشون استدلالشون اینه که شما ندیدید، برای که ادیان آمدن از صفر شروع کردن. قربونتون برم، ادیان از صفر شروع کردن با استدلال شما. ادیان همچنان هم در صفر موندن، ولی دنیای علم اینم اختراعات اکتشافات بشر عادی کرده، بشر عادی معمولی بدونه به استدلال ایشون کار دارم. من خودم چه استدلال ندارم. شما معتقدید که ادیان آمدن خیلی یواش اومدن چون بچه ها هیچی نبودن، هیچی هم نمی فهمیدن، اونا هم هیچی نگفتن، اونا هم هیچ اختراع و اکتشافی نکردن. قربونت، کنار این همین مردمان جاهل نادان که اسمشون انسان بود اختراعاتی کردن. یه دفعه شما به نظر من به هوش بیاد میگید کار خراب شد، یه دفعه میگید ها علت این که اینا اختراع و اکتشاف کردن به خاطر این بود که ادیان پایه شو ریختن. آخ قربونه، این دیگه چجور استدلالی شد؟ مثل اینکه من برگردم بگم یه چیزی میدونم پایه‌شو مادرم ریخت. مادر من برخی از حرفای من نمیفهمه، حرف آقای دکتر نیری رو بنده هم نمیفهمم، پدر مادر ایشون هم مطمئنم نمیفهمم، جسارتی هم نیست. اینکه استدلال نشد قربونت، پس اینا اون نقش داشتن. بعد ایشون یه دفعه نتیجه گیری میکنن که اگر ادیان نبودن علمی هم نبود. خیلی خوب، من نمیدونم ایشون چجوری به این نتیجه رسیدن. و بعدم توضیح بدن که در سراسر جهان مگر ادیان همه جا بودند؟ ما یه مقدار چرا شرق رو با یه دین در حال حرکت و رشد میبینیم ولی در غرب به اون صورت خبری نیست، تو اروپاش نیست، تو افریقاش نیست، تو استرالیاش نیست. و بعدم بسیاری از این اختراعات و اکتشافات مردمان مؤمن نکردن. من نمیدونم چرا مؤمنینی که اینقدر اعتقاد داشتن بدون کشف موندن، ولی این
بی اعتقادان لعنتی مستحق مثل آقای دکتر نیری مستحق مجازات این چیزها رو سرشون میشه. آقای دکتر از خودتون دفاع کنید. من چند لحظه ای فکر کردم که در سر کلاس دبستان نشستم و معلم دینیمون داره برام این صحبت میکنه. یه استدلال تاریخی کردن که خود دکتر هلاکویی همیشه منتقد هستن، نمیشه با این استدلال‌های تاریخی درستی گزاره‌ای رو ثابت کرد. خبر بعدم من دارم براشون که اتفاقا در همین دوران پیش دبستانی به بچه ها آخرین اخبار علمی داده میشه، ممکنه جزئیاتش گفته نشه. چه ربطی داره که شما یک مسائلی رو مخفی نگه دارید؟ برای چی این خصاصت و کنسی باید انجام بشه که ما نگیم اطلاعاتی رو که داریم؟ نه بچه های اتفاقا امروز همه اطلاعات رو خیلی بیشتر از من و شما میفهم. جزئیاتش رو بله، همونطور که دکتر هلاکویی گفتن احتیاج به یک تخصص ویژه‌ای داره که هر کسی بره دنبالش، ولی کسی مخفی نمیکنه از بچه ها. من کتابی رو یکی از شاگردان من هفته پیش برای من آورد که این کتاب مخصوص بچه های کیندرگاردن پیش دبستانی نوشته شده برای آشنایی با سیاه‌چاله‌ها که یک مقوله بسیار تخصصی است در حوزه بسیار سخت علمی، یعنی جایی که فیزیک کوانتومی ملاقاتی داره با نظریه نسبیت عام اینشتین، ولی برای بچه ها نوشته شد، برای بچه های پیش دبستانی نوشته شد. من لذت بردم از این کتاب. این به این معنا نیست که جزئیاتش لازم هست بدونم یا ندونم، و طبیعتاً این دوتا به هم ربطی نداره. نکته دیگر در مورد ادیان، من فکر میکنم تا جایی که تاریخ اتفاقا نشون میده ادیان همیشه مقابله کردن با پیشرفت های علمی. همه ادیان به طور به خصوص ادیان ابراهیمی، هم من فکر میکنم دکتر هلاکویی به یه نکته جالبی اشاره کردن، این خود بزرگ بینی عجیبی که در بین ادیان ابراهیمی وجود داره، یک منطقه کوچکی در خاورمیانه این رو حق رو برای خودش قائل میشه که برای تمام دنیای ناشناخته در اون زمان برنامه داشته، در صورتی هیچ آگاهی نداشته. شما نگاه بکنید، یعنی فکر میکنید پیشرفت‌هایی که در زمان یونان باستان که از نظر همه این ادیان کافر محسوب میشن، ملحد محسوب میشن، چند خدایی در بینشون بوده، اینها علم سرشون نمیشده؟ ما تمام علم و فلسفه‌مون رو مدیون اون دوران هستیم. یعنی چینی‌ها که مثلا به بودا، یا هندوها که به هندویزم اعتقاد داشتن، اینها علم و فلسفه سرشون نمیشده؟ سرخپوستان در آمریکا، اینها فلسفه و علم سرشون نمیشده؟ آخه این خود بزرگبینی از کجا میاد؟ من نمیفهمم. شما یه مقدار تاریخ رو بخونید ببینید که ادیان چه بلایی سر دانشمندان دوره‌های خودشون آوردن. ببینید چه کردن در اروپا، در مصر اولین بانوی ثبت شده اخترشناس رو زنده زنده پوست کندن در میدان شهر. هایپشیا اولین بانویی است که به نظر میاد به سیستم بطلمیوسی ایراد میگیره و اعتقاد داره که مدار ستارگان بیضاویست و خورشید در مرکز عالم قرار داره نه زمین. ببینید با اون چه کار کرد دنیای مسیحیت در مصر، زنده زنده پوستش رو کندن. ببینید با جوردان و برونو چه کار کردن در اروپا. من نمیدونم این حس از کجا داره میاد. من واقعا نمیدونم، پاسخ دیگه ای ندارم واقعا به این سوال بدم. سپاسگزارم. برم سر بیننده بعدی. شما که میرید ما اجازم بدیم یا ندیم چه فرقی؟ اگر اجازه ندید نه حتبر خواهیم. نه من واقعا دلم میخواد جواب فروزنده این نکته رو عرض کنم. دوستان خوب و عزیز، ببینید یه مقداری مطمئن باشیم که این فکر با واقعیت ها و با تاریخ میخونه، چون یه مقدار باورهایی رو با برای خودمون درست کردیم، پاشم محکم ایستادیم، هیچ وقت هم زیر سوال نمیبریمش که اینا از کجاست. من چون آقای دکتر اشاره کردن دفعه قبلم گفتن اگر واقعا هدف کمک به انسان بود، شاید مهمترین مسئله انسان زنده ماندنش. بیشتر ما هم یا به دلیل گرسنگی مردیم در طول تاریخ، شاید بیش از 80-90%، یا به دلیل عفونت. خب مشکل غذا رو هم مثل هوا حل میکردن، یه چند تا درخت آنتیبیوتیک هم همه جای دنیا میذاشتن که همه هر وقت عفونت پیدا کردن بخورن مشکل حل میشد. اینه که
با همین دو تا کار ساده، یا اصلا میخواستن خدمت بکنن. اگر آنتی بیوتیک در آغاز خلقت وجود داشت، ای بسا معادل بود با همه پیشرفت‌های علمی مردمان جهان. خب اینم ندادن، به قول آقای دکتر نیری خصت کردن، آگاهی رو داشتن نداشتن. حالا جالبتر، یه عده‌ای معتقدن که ما میفهمیم و نمیگیم، یا ما میفهمیم و نمیتونیم بگیم. اونا دیگه بامزه ترن، که دیگه اصلا مدعی دانستنایی هستن که یا نمیشه گفت یا نمیتونن بگن یا صلاح نیست بگن. خب اینا هم دیگه بازیاییست و به همجرس همیشه عرض میکنم و حالا لطفا امتحان بفرمایید، چون همینقدر که لب باز کنن و دهن باز کنن وقت متوجه میشن حرفی برای گفتن ندارن و یه حرفی که میزنن بر اساس همون چیزی که خودشون قبول دارن غلط است و نادرست. به همین جاست که به این باورهای درهم آمیخته‌ای که از چند تا چیز مختلف سر هم میکنیم نباید اینقدر مطمئن باشیم، برای این که همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن اینا با هم به اون صورت همخوانی ندارن و این تصورات و توهمات رو هندویزم در اونجا برای خودش داره، بودیزم اونجا داره، شینتو یه جای دیگه تو ژاپن داره، قبایل اینکا و مایا 12000 سال قبل توی مکزیک داشتن، ما هم یه 2500 سال قبل یا 3000 سال قبل توی یونان داشتیم، یه جور یه چیزی این اواخر پیدا کردیم، یه مورد دیگه. یه کمی اینا رو یه دفعه تبدیل به یه قالب عمومی نکنیم که یه جایی همه این چیزا به گونه‌ای آغاز شده و همینجوری پله پله آمده بالا. این ماجرا هم خودش از اون مواردی است که باید جای خودش رو و اندازه خودش رو بشناسیم. به هر حال ممنونم از لطفی کردن و فرصتی که به جهت بحث داد. آقای وحید خوشرنگ پرسشی رو مطرح کردن. با درود، پرسش من خطاب به دکتر هولاکوئی است. لطفاً از ایشان بپرسید با توجه به فرمایش خودشون خدا یا طبیعت قانون ظلم را در نظام طبیعت برپا داشته است، ولی باز با توجه به فرمایش ایشان مکانیزم خلقت را عشق و خدا را نیز عشق بیان نمودند. حالا پرسش من از ایشان تناقض بین عاشق بودن یا ظالم بودن خداوند است. چگونه میتوان هم عاشق بود و هم ظالم؟ با سپاس. نه، حرفشون حرف اصولی و منطقی است، ولی شاید یه توضیح کوچکی کمک کنه. این که اشاره میفرمایند ما گفتیم علت خلقت عشق، مکانیزم خلقت عشق، به خاطر اینکه اونایی که باور دارن هر چیز دیگه میگفتن میشد پرسید چرا، ولی وقتی میگید بر اساس ملاکای انسانیمون عشق پایان ماجراست، به علاوه یه زمینهاییش هم به دلایل در این زمینه داریم، یعنی میشه حرفایی هم توی این مایه زد، بنابراین حرف درست. نکته دومم که میفرمان درسته، قانون خلقت یا طبیعت ببخشید منو ظلمه. علت چمین است که دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بود بمونن باید یه حیوان دیگر بکشن و بخورن، بنابراین درست میفرمان قانون خلقت عدالت نیست، ظلمه. اما یه پاسخی به دو چیز از در فلسفی داده شده، یکی این که جهان اگر خلق شده ناچار باید متفاوت باشه، یعنی در غیر این صورت باید یه چیز می بود و همینقدر که شما هستید و من هستم با هم متفاوت. دوم، جهان اگر قرار تغییر کنه ناچار با تغییرش باید یه صورتی رو نابود کنه تا صورت دیگه پیدا بشه، یعنی یه مربع باید در حقیقت نابود بشه تا از توش مثلث در بیاد، بنابراین اجتناب ناپذیره. یعنی مسئله درست بسته، هم من و شما با هم تفاوت داریم، عین هم نیستیم، هم شما رو نمیگم، من یه وقتی باید برم زودتر بمیرم و الا کار درسته میشه و الا بعدی درسته میشه، یعنی جهان یه حرکت و چرخشی داره تو این زمینه. به من میفرمایند از نظر انسانی کسی که مدعی عشقه نباید یه جهان مبتنی بر ظلم و به وجود بیاره. حرفشون درسته، ولی اشکال کار این است که در حدی که من میفهمم، انتظارم ندارم ایشون بپذیرن، جهان ناچار به تفاوت بوده و ناچار به نابودی، یعنی عالم عالم کون و فساده و الا یه شکل پیدا میکرد و برای همیشه اون شکل باقی میموند و این همون چیزی میشد که اگه قرار بود کامل باشه بر اساس فرض مذهبی و فلسفی میشد خدا، یعنی خدا باید بسید یه خدا تولید کنه، همینقدر که آمده گرفتار شد. به همجاست که فلاسفه روحانی یا الهی اولا یه راه پیدا کرده، اونم باز یه حرفه که خدا جهان رو خلق نکرده، خدا یه چیزی رو خلق کرده که او جهان رو خلق کرده، ولی که دست خدا رو از خرابکاری ببندد. به همجاست که مفهوم
مشیت که شیعیت هم شاید از اونجا بیاد یا شیعی هم از اونجا میاد، معناش این است که در مباحث فلسفی مثلا شرق هست که اول صادر از حق مشیته، اول صادر از حق نه ظاهر از حق، که بحث تجلی ظهوری و صدوری است. تون تجزیه و تحلیل آوردن و هست از تجلی صدور اینه که از مصدر فیاض چیزی کم نمیشه، یعنی شما علمتون رو میدید ولی شما کم نمیشه. اما بسیاری از مردم اینا غلط یه جور دیگه فهمیدن، یعنی تجلی ظهوری فکر کردن که خدای دانه است که تبدیل میشه به درخت. اینی که ادعای برخی از وقت همه خدایی یا من خدایی کردن برای که ما همون دانه ایم که بهش اشاره میکنن. میخوام بگم که این گفتگوها در فلسفه الهی، در متافیزیک و در فلسفه اولا آمده، ولی به من میفرمایند که به نظرشون این چنین میرسه. آخرین حرفمو بزنم، دو پاسخ داره. یکی این یه گفتگوی انسانی است، ولی گفتگوی انسانی رو برای اثبات آنچه که ما از آغاز اونایی که برای خدا قائلند رو به کار نمیبریم. یعنی نمیشه گفت چون ما اینجوری هستیم، چون این قرار اینجوری باشه، اون چرا اونور است. همینه که این همه تاکید رو شاید چند بار در خدمتتون داشتم و اون تاکید این بود که ما هیچی راجع به او نمیدونیم، و روزی که استدلالی که دوست خوب و عزیز فرمودن، در حقیقت ما یه چیزی میدونیم، ما داریم یه توجیه برای خودمون میکنیم. و ایشون به من میگن یک توجیه این که علت خلقت یا مکانیزم خلقت یا هدف خلقت عشق، یه فرض میگم کاملا حق داری. به من میفرمایند که تضاد و تناقض و مرگ و نابودی و ظلم در جهان طبیعت حاکمه. میگم اونم درست میفرمایید، مثلا اگر طبیعت رو همینجا باز کنیم ببندیم، به همجرد است که اگر بخوایم یه توضیح ارز کنم چرا مردمان به دنیای قبل یا به دنیای بعد معتقدن، برای که معتقدن عدالت در اینجا اجرا نمیشه، پس باید یه دنیای بعدی باشه که عدالت اجرا بشه. بعدم فکر کردم خب چرا یه ده اینقدر بعد به این دنیا میان که هیچ کارشون نمیشه، که خب بس اینا یه دنیای قبلی بوده که شون اونجا بد بودن، این مجازاتشونه. بنابراین موضوع حرف درستیشون میزنن، اصلا این نظام باورها و اعتقادات و اعتقاد به دنیای قبل و رینکارنیشن یا به اعتقاد به دنیای بعد و معاد فقط به خاطر کوشش و تلاشیست که انسان میکنه برای اجرا و اثبات عدالت. من این رو در گفتگویی که شاید در 12 سال قبل تو سیدی آزادی داشتم اتفاقا اونجا آوردم که این گرفتاری از اونجا به وجود اومده که ما خواستیم عدالت رو به عنوان مهمترین صفت یا اصل اخلاقی قبول کنیم، و بنابراین به این جا رسیدیم که ما در جهان طبیعت با ظلم روبرو هستیم. آدم ها میان بدترین رو میکنن و با افتخار و سربلندی از این دنیا میرن و قبرشون هم سالهای سال محل زیارت میشه، نه اینکه بگیم آخر کار خراب شدن. چون داستان کارما که دفعه قبلم آقای دکتر من بهش اشاره کردیم وجود نداره که از این دست به دست بگه نه، آدم های اومدن میلیون ها نفر هم کشتن با عزت و افتخار و تمام و کمال از این دنیا رفتن. بنابراین اینکه حتما بدی کردی بدی میبینی درست نیست، همونطوری که بسیاری کارهای خوب خوب کردن ولی از میان رفتن، اونا هم درست نیست. اینه که تمام کوشش برای بحث عالم قبل و عالم بعد از ماجرای میل انسان به اجرای عدالت. بنابراین حرفی که ایشون میزنن تیکه تیکه همش درسته. نتیجه هم که میگیرن من خیلی باش مسئله ندارم، ولی میخوام بگم در این باره گفتگوهایی شده، حالا این گفتگو رو ایشون بپسندن یا نپسندن بحثیست که به ایشون مربوطه و منم بر اساس ذهنیت خودم یه جوری با اینا یه گونه‌ای میتونم کنار بیام، ولی اگر کسی انتظار داره به گونه‌ای که مطرح فرمودن من پاسخی براش داشته باشم حتما ندارم. آقای دکتر نیری، خب میخواید نظر دکتر هم بشنوید؟ بله. شما با اینکه مبنای خلقت عشق است تا چه حد موافقید؟ یعنی در عالم فیزیک شما صاحب نظران فیزیک عنصر عشق رو چه جوری وارد میکنید؟ اگر که عالم آغازی داشته و خلقتی داشته، آفرینشی داشته، به باور من علتش عشق نبود و قوانین فیزیکی کوانتومی بوده. بنابراین از نظر من عشق چیزی جز محصول اندرکنش و تعامل شیمیایی مغز ما با محیط اطرافش نیست، و فکر می‌کنم در آینده رشته‌ای مثل نوروساینس، علوم عصبی و مغز شناسی به ما این امکان رو بده که درک بهتر و کاملتری از مقوله عشق داشته باشیم. دکتر عزیز، آیا ماجرای جاذبه چیزی رو به وجود نمیاره که بشه راجبش حرف زد که مهمترین قانون طبیعت و قانون انسان، چون راجب انسان هم گفته میشه مسئله جذبه،
اونا میشه چون یه اینو بهانه میکنن که خب بفهمی عشق دیگه، عناصر به سمت هم کشیده و کشانده میشن، آدم ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن، پس نیروی حیات جاذبه و جذبه. اون بیشتر مسائل بهتر از من شما میدونید، مسائل کشش های جنسی و هورمونی و چیزهاییست که به هم خوردن تعادل مسائل شیمیایی در مغز ماست که شما بهتر از من میدونید و ما اون رو تبدیل به عشق میکنیم، بعد هم که از هم متنفر میشیم و به خود شما میزنیم همدیگر داغون میکنیم. حالا مسئله عشق پدر و مادر به فرزند و تا حدودی بالعکس معمولا از طرف پدر و مادره، خب اون رو شما باید به این برای من استدلال بکنم، ولی من فکر می‌کنم اون هم یک مقوله بیوشیمیایی تا یک مقوله فراتبی. آقای دکتر قبل از که نکته بعدی رو بخونم، آقای دکتر نیری، اگه قرار باشه ما با معیارهای شما دانشمندان فیزیک زندگی کنیم، فکر نمی‌کنید دنیای ما خیلی خیلی آگاهانه است، ولی خیلی خشکه، خیلی چجوری میشه، سخت میشه تو دنیای شما زندگی کرد؟ من اتفاقا بعضی ها وقتی که با من نزدیک میشن تعجب میکنن که شاید مثلا من یک آدم بسیار مکانیکیه و بیرون از عاطفه هستم. اصلا اینجور نیست، به هر حال ما هممون این سیستم سیمکشی مغز ما باعث شده که اون عواطف رو داشته باشیم. و یک بارم من گفتم هدف از حداقل من فکر میکنم هدف من از شرکت در این برنامه این نیست که همگی مثل ما دانشمندان، فیزیکدانان، شیمیدانان، ریاضیدانان، زیستشناسان، فیلسوفان فکر بکنن. خیلی دنیای خسته کننده به قول آمریکایی‌ها بورینگ میشه، ولی هدف این هست که ما فقط یاد بگیریم که همه چیز رو به راحتی نپذیریم، شک بکنیم در باورهامون و دنیا رو به چالش و پرسش بگیریم. هدف اینه، وگرنه من هم قبول دارم ما خودمون فیزیکدان‌ها بعضی اوقات در بین خودمون که اصلا مسائل یه جوکایی شاید بین خودمون مطرح باشه، ولی خودمون خیلی خنده داره، در دنیای خارجی ما بسیار چیز لوس و بی‌مزه. و برای همین من هیچ اصراری ندارم همه مثل ما باشه. مثلا نباید من دکتر جان اینجا باهاتون مخالفم رو عرض می‌کنم. چرا؟ اولا مطالعات نشون میده بالاترین شور و شوق و هیجان و لذت در فهم و درک. به همین جهت که شما یه بچه 3 ساله داشته باشید، یه طرف پدرش بهش بگه میخوام برم یخچال رو تعمیر کنم یا تلویزیون رو، اونور مادر یا هر کس دیگه بگه بیا بهت بستنی میدم، بچه میره اینور چون میخواد بدونه و بفهمه. ما اون نیرو رو از کار میندازیم. بنابراین اتفاقا دنیای علمه که بیش از همه شور و هیجان داره. من مطمئن هستم شما در یه بحث علمی بیشتر اون احساس هیجان و حال رو پیدا کنید تا چیز دیگه. دوم، شما که بند و آب دادید، فرمودید که این ماجرای جاذبه که اصلا رابطه جنسی، خب جناب به فروزنده به چه مناسبتی دفعه میگن دنیای خشک و خالی و از این چیزا؟ شما دنیاتون اتفاقا پر هم شده، اتفاقا با همون ملاکای فیزیکی کارو درست کردید. از یه طرف گفتید آقا آگاهی بالاترین شور و شوق و هیجان رو داره، از جانب دیگه ماجرای عشق رو که آدم ها حسرت بکشن و رنج ببرند و احساس بیچارگی کنن که تو داستانهای لیلی و مجنون و واله و عذرا و شیرین و فرهاد و خسرو و شیرین و همه اینا داریم، شما که بردیدش در چارچوب روابط جنسی اتفاقا محسوس و ملموس، شما اتفاقا کارتو خیلی درست‌تره تا جناب فروزنده که استدلال فرمودن اگر دنیا دست شما فیزیکدانا یا فلاسفه یا شیمیدانا بشه دنیای خشکی. اتفاقا دنیای خوش مال اوناییست که اینا سرشون نمیشه. ممنونم علی دکتر، لطف کردید. ولی شما به این نقطه کردن ضربه فنی کردن بنده رو حسابی همجد خوشحال شده جناب. مثل همیشه من فقط یک تأکیدی روی حرف دکتر هولاکویی بکنم که واقعا لذت اینو همیشه من حتی به دانشجوهام هم بعضی اوقات میگم که وقتی که یک مسئله ای رو بهشون میدم و حل نمی کنم و من حلش رو بهشون میگم، میگم درسته که الان حل این مسئله رو فهمیدین، اما یک چیز بزرگی رو شما ازش محروم شدین، اون لذت یافتن. یعنی اون چیزی که دکتر هولاکویی گفتن بسیار درسته. یعنی من فهم میکنم اصلا موتور محرک اکثر این دانشمندان تو در دوره تاریخی، شما به پاستور نگاه میکنید، به خیلی کسان دیگه نگاه میکنید، اون شور و شوق و ذوق یافتنه و این قابل مقایسه با هیچ چیز نیست. علت اینم که
میبینید بسیاری از دوستان حاضرن میان در کارهای علمی به جای مشارکت در کارهای تجاری، و بعضی ها میگن مثلا چرا با این هوش با این استعداد اینها نمیدن پولسازی کنن، برای اینکه اون لذتی که در یافتن هست، در کشف کردن هست رو تا کسی انجامش نداده باشه نمیتونه بفهم. یعنی شما وقتی که فرض کنید که حالا در ریاضیات، در فیزیک، در شیمی شما یک قانون طبیعت رو پیدا میکنید، کشف میکنید، باور کنید مثل بچه های کوچیک میپرین بالا پایین. اینکه میگن ارشمیدس لخت مادرزاد پرید از توی حمام بیرون و گفت یافتم یافتم مثل بچه ها، اون همون ذوق و شوقی است که دکتر هولاکویی به درستی بهش اشاره کرد. جان به دکتر نه جان فرزنه، اجازه بدید دو تا نکته رو عرض کنم. شما من بفرمایید یه هنرمند در وقت خلاقیت اونه که با تمام وجودشون احساس کنه، یا منی که حتی تماشاچی یا شنونده اون هنرم، یه نقاش، من دوستان نقاش رو دارم که میگه من 20 سال تکون نخوردم که وقتی میخواستم بلند بشم کمرم اجازه حرکت نمیداد، یک ساعت طول کشید تا من بتونم آروم باشم برای که روی این کار بودم. شما به یک شاعر وقتی که توان اینو پیدا میکنی که چیزی رو خلق کنه، شما به یه آدمی که میتونه یه مجسمه‌ای بسازه، شما در اینجاست که بالاترین مرحله شور و شوق و هیجان و زندگی رو میبینید. بنابراین شما ترجیح میدید که گوینده یه شعر باشید یا شنوندهش، شنونده یه موسیقی باشید یا یه هنرمندی که تونسته یه ترانه ای رو، یه سمفونی رو خلق کنه. اصلا احترامی که ما برای اینا قائل هستیم به خاطر خلقشونه، نه به خاطر شنیدنشونه. و باز همین جاست که اون کسانی که موسیقی رو در اون حد بالا و والای خودش نمیبینن، که حدیست که مفهوم هنری داره و این رو در تحریکات فیزیکی و جسمی و جنسی میبینن که قری بدن، معلومه که با مفهوم موسیقی به عنوان هنر کاری ندارن و اون لذت محدود فیزیکی بسیار کمه و درست در اون حالات هم غالبا ویژگی‌های منفی دیگر انسانی درشون هست، در حالی که یک سازنده آهنگ یا ترانه اون اصلا در یه اوج دیگری حرکت میکنه. بنابراین اتفاقا سازندگان علم و هنرند که بالاترین لذت رو میبرن، و درست ماجرای فلسفه هم همینه. یعنی همین گفتگوهای فلسفی که دوست عزیز قبلی یا برخی اشاره میکنن اینا از کجا در اومد، اینا فعالیت ذهنه، اینا منتال اکتیویتیه و تواناییست، و به همین جهت که بزرگترین آدمایی که بزرگترین حرفا رو زدن یا فیزیکدان بودن یا ریاضی بودن که وارد حریم فلسفه شد. یعنی با مایه فیزیکی و ریاضی، یعنی فکر و استدلال مطلق ریاضی و با واقعیت حتی سخت و تلخ فیزیک بوده که فیلسوفان برجسته دنیای ما بودن. بنابراین اتفاقا این فلاسفه، این دانشمندانن، این هنرمندانن که بالاترین شور و شوق دارن، و دنیای ما به این دلیل بورینگ و حوصله سربرنده است که بنده نه هنرمندم نه فیلسوفم و نه آگاه به مسائل علمی. گرفتاری من اینجا. بینندگان عزیز، قبل از که برنامه رو شروع کنیم، جناب دکتر هولاکویی محبت کردن، تشریف آوردن، و کاش من یه عکسی با این سلفون خودم از ایشون گرفته بودم. خیلی چهره خسته ای داشتن و به من گفتن که امیدوارم که دکتر نیری در برنامه امروز یه مقداری بیشتر همراهی بکنه و تو هم منو اذیت نکنی، برای اینکه من خیلی کم خوابیدم. میدونی که در سفر بودند و سفر مفیدی هم بودند مثل همه کاراشون، ولی دلم میخواد حالا قیافه دکتر هولاکویی رو دقیق تر نگاه کنید. بعد از این یک ساعت برنامه اصلا تمام اون خستگی از بین رفته. من گفتم که با سوالاتی که بینندگان کردن شما خستگیتون در میره. گفت باشه، سوالای بینندگان من خستگیم در میاره، ولی به شرط اینکه خودت سوال نکنی. حالا سوال بعدی رو آخه اونا از روی خوششنسیه، بعضی ها بعضی ها از روی خوششنسی نیست. خانوم دکتر فرح دوستار از آلمان پرسشی رو خطاب به آقای دکتر نیری مطرح کردن، و اون این است که حضور جناب فروزنده با آرزوی موفقیت روزافزون شما برای برنامه های بسیار آموزنده شما، سوالی از آقای نیری دارم.
من در آلمان در رشته علوم سیاسی و اجتماعی تحصیل کرده و شخصا فردی وارد به روش‌های علوم تجربی و معتقد به تفکر علمی هستم و مایلم نظر آقای نیری را در مورد این استدلال جویا شوم. در علوم تجربی به این گونه عمل می‌شود که چنانچه بخواهیم بدانیم به طور مثال در آب دریا چه عناصری موجود است، مقداری از آن را به طور مثال پیمانی از آب دریا را برداشته و در آزمایشگاه بررسی و تجزیه می‌کنیم. آنچه در این مقدار از آب موجود باشد، توی پرانتز به طور مثال املاح گوناگون، اکسیژن و غیره پرانتز بسته، در تمامی آب دریا داخل پرانتز بدون استثنا در تمام قسمت‌های آن پرانتز بسته نیز موجود است. حال انسان بخشی از طبیعت و یا عالم هستی است. در نتیجه آنچه که در وجود انسان یافت می‌شود در عالم هستی نیز موجود است. در وجود انسان عقل موجود است، توی پرانتز بدون استثنا در نوع انسان، یعنی همه انسان‌ها بدون توجه به کجا و چه نژادی که باشند پرانتز بسته. پس در عالم هستی نیز بر طبق قوانین علم تجربی باید عقل کلی و فراگیر موجود باشد. حال ما این عقل فراگیر را خدا می‌نامیم بدون آنکه ذات و چگونگی آن را بتوانیم توجیه کنیم، همان گونه که چگونگی ذات عقل را نمیتوانیم توجیه کنیم و فقط از اثرات آن به وجودش پی میبریم. این استدلال را حضرت عبدالبها توی پرانتز پسر و جانشین حضرت بهاءالله شاعر شارع دیانت بهایی پرانتز بسته در جواب دکتر آگوست فرول دانشمند حشره شناس نامدار سوئیسی و کارشناس بیماری های روانی و اعصاب دادند که به آموزه های بهایی علاقمند بود ولی وجود خدا را نمی توانست قبول کند. جواب او به لوح فرول معروف است و این شخص پس از مکاتباتش با عبدالبها به این آیین گروید. امیدوارم آقای نیری بدون پیش‌داوری در این مورد نظر دهند. با سپاس فراوان. آقای دکتر، من منظورشون از پیش‌داوری نفهمیدم. صدای من میاد؟ بله بله صداتون میاد. میگم من منظورشون رو از پیش‌داوری نفهمیدم. من پرسششون و پیش‌داوری هم ندارم. به نظر من مشکلی در اون استدلال اولیه‌شون بود. یکی این که شما وقتی که قرار هست فرض کنید که در مورد آب دریا و اون چیزی که چون این مثال رو زدن من دارم در مورد آب دریا قضاوت بکنید که در دریا چه عناصری وجود داره، این که شما از کجا دارید نمونه برداری میکنید بسیار اهمیت داره. بنابراین مسئله نمونه برداری که باز خود دکتر هلاکویی و خود شما در سازمان برنامه بودجه سالها کار کردید بهتر از من میدونید که مسئله یه فکر میکنم اطلاعا دکتر هلاکویی هم هفته پیش تو مکتبه راجع به این مسئله صحبت کردن، مسئله سمپلینگ یا نمونه برداری یا همون به اصطلاح بررسی آماری که انجام میدید بسیار اهمیت داره که آمار شما سمت سو نداشته باشه، بایاس نباشه، وگرنه شما نتیجه گیری یه غلطی رو انجام میدید. درستانی این شما از کجا مطمئن هستید که در جای دیگری از این عالم نوع دیگری از زندگی وجود نداشته باشه که با اون چیزی که ما هستیم کاملا متفاوت باشه؟ اشکال این استدلال به نظر من این هست که وقتی که شما حالا اسم این عقل کل رو گذاشتید خداوند، یه دم اینجا در عصر جدید پیدا شدن و اسمش رو میذارن شعور کیهانی. کجای این شعور رو من میتونم ببینم؟ شما خودتون بهتر از من میدونید خداوند یا اون شعور کیهان در زمان قتل عام میلیون ها انسانی که در طول تاریخ بودن کجا بود؟ در زمانی که در کوره های آتش سوزی کجا بود؟ این بی نظمی که در عالم وجود داره در کجاست؟ این که اساساً طبیعت بر ظلم نهاده شده و نابرابری، این از کدوم عقل کل، از کدوم دانایی مطلق داره ناشی میشه؟ شما به من این پاسخ ها رو بدید و من رو قانع بکنید. شما نظر دارید؟ من حتما. ببینید جان فروزنده، یکی دو سه تا نکته. اولا همطور که آقای دکتر گفتند بر اساس اصل وحدت
در جهان هیچ دو شیئی شبیه هم نیستن، نه دو تا گردو شبیه هم، نه تا دو تا اتم هیدروژن. بنابراین قصه سمپلینگ نادیده گرفتن اختلافاته. یه رفعه تو صحبتم بود، وقتی شما اسید سولفوریک رو با آهن ترکیب میکنین، نه اسیداتون این همن، حتی قطراتش، نه آهنتون، نه سولفات آهنتون. بنابراین استدلال هایی از این قبیل اصلا درست نیست که سمپل یعنی یه چیزی که همه جا هست. یعنی اگر الان از یه قسمت بدن من شما یه سمپلی بردارن، یه چیزی اینجاست ولی تو بقیه بدن نیست. به همین جهت که اینجا رو باید بهش دست بزنید. دوم استدلالی که میفرمایند این است که در همین آدما عقل وجود داره. اگر قصدشون ظرفیت عقله، شاید بشه گفت. ولی اگر عقله، اتفاقا مردم در طول تاریخ عقل نداشت. هنوزم به نظر من 60% مردم دارن رشنال مایند thinking یا reasoning رو ندارن. بنابراین استدلال که همه عقل دارن از کجا آمد؟ بعد سوم، عقل یه قوه، یه نیروی در حقیقت ارزیابی و شناخته و به هیچ وجه معناش نیست که کارش درسته. به همین جهت که یه دزد از عقلش استفاده میکنه که دزدی کنه، من و شما عقلمون رو به کار میندازیم که نتونه دزدی کنه. وقتی دزدی کرد، کاراگاه و پلیس میاد از عقلش استفاده کنه و بگیره. عقل اتفاقا خونساز، عقل یه ماشینه که مهم اینه که کی پشتش نشسته. و به همین جهت که وقتی که ارسطو منطق رو وضع کرد، متوجه شد که عقل یه پدیده گمی است مگر طریقه استدلال رو بیاموزه. و منطق یا لاجیک یعنی چی؟ یعنی مجموعه اصول و قوانینی که چگونگی به کار بردن عقل رو میاموزه. بنابراین استدلال عقلی مطرحه. بر همون اساسی که ایشون اعتقاد دارن این عقل ناقصه. این که در همه جهان عقل وجود داره پس عاقلی هست، اون نتیجه گیری است که باز از کجا اومد و بعد گذاشتن نام این عقل کل به خدا، باز یه تصمیمه، یه انتخابه، چیزی رو به هیچ وجه اثبات نمیکنه. و بارها عرض کردم تمام کسانی که بحث کردن درباره اثبات خدا، که ما در طول تاریخ فلسفه اونایی که روش کار کردن گفتن 7 تا استدلاله که یکیش هم در همین چارچوبه به صورت‌های مختلف. آقای دکتر نیری هم درباره نظم جهان یه دفعه صحبت کردن، همه اینا دلایل رد داشتن. یعنی یه دو آمدن گفتن این دنیا خودش به خودی خودش درست شده، که امروز بر اساس آنچه که آقای دکتر نیری و فیزیک کوانتومی میگن بحثش به اون صورت مطرح شده. در گذشته های همچی چیزی برای انسان قابل قبول نبود. وقتی که جهانی درست شده باید خالقی داشته باشه، وقتی نظمی در جهانه باید ناظمی داشته باشه، ولی اینا چیزی رو ثابت نمی کنه. اینا دلایل رده. یعنی یه عده گفتن جهان احتیاج به خدا نداره، بعد گفتن توش عقل، گفتن بله، گفتن پس یه عاقلی باید باشه، گفتن جهان درش نظم نیست، گفتن نظم نیست، گفتن چرا نظم، گفتن پس باید ناظمی داشته باشه. یعنی استدلالات دلایل رده. هیچ کس یه همچین چیزایی رو ثابت نکرده. همطور که عرض کردم خدا قابل اثبات نیست. و اگر ایشون با یه دقتی به موضوع نگاه کنن متوجه خواهند شد که مسئله اصلی و اساسی انتخاب باور است و به هیچ وجه هیچ چیز ثابت نشده. هیچ کس هم وجود خدا رو ثابت نکرده. اینا اصلا استدلال برای اثبات خدا نیست، ابدا نیست. ایشون یه مقداری اگر عمیق‌تر و دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنن متوجه میشن بحث اصلا در یه چارچوب دیگری است. و باز جمله‌مو تکرار میکنم، دلایل رده. و تازه فقط شک رو به وجود میاره در استدلال اونایی که میخوان بگن خدا نیست به این دلیل. بنابراین شک اونا رو، استدلال غلط اونا رو میشه رد کرد، ولی شما استدلال اونا رو که رد میکنید استدلال خودتون اثبات نمیکنید. اگر یه کسی آمد گفت که 3 نفرم الان اینجا تو اینجا نشستن، این که من اونو رد کنم اثبات نمیکنه که من و شما هستیم، مگر اینکه برای اثبات من و شما یه راه حل دیگری وجود داشته باشه. بنابراین به نظر من این تجزیه و تحلیل مال کسی نیست که یا مطلب رو به درستی متوجه شوشه، نه استدلال عقلیه، نه استدلال علمیه و نه استدلال فلسفیه. یعنی این یه نوع برداشتی است که من وقتی دلم بخواد فکر کنم یه راهی برای این موضوع پیدا کردم ازش استفاده میکنم، ولی به نظر من چنین نیست. سپاسگزارم. اجازه فرمایید که پرسش دیگری رو مطرح کنم. آی دکتر فروکوی، بیان این بیننده یه مقداری، البته به هیچ وجه بی‌ادبی نیست، ولی یه نوع که کلامی است که میگم، ولی میدونم شما آزرده نمیشید از اون. آقای کلانتری یا خانم کلانتری این دکتر مطرح کردن. با سلام دکتر فروکوی، بازرنگی میگن که ما 3 جهان داریم: علمی، مذهبی، فلسفی.
ولی شما باید ازشون بپرسین که آخه ما باید همه چی رو با توجه به گذشته و عملکرد و خواستگاهشون بسنجیم. همه ما میدونیم که مذهب ساخته ذهن بشر نادان بود و کتاب‌های آسمانی و تعریف آنها نصب کنید. ایشون همه اینو میدونن از کجا آورده؟ من اون بس قبل همه ما میدونیم. آخه قربونتون اگه یک کسی گفت من نمیدونم ایشون حرفشون دیگه غلط. آخه ببینید اگه استدلال میکنی هست بعد همینجا سب کنید بعد بخونیدش. عرض من اینه که سه تا شناخت در جهان بوده و هست، علمی، فلسفی، مذهبی. ایشون میگن نیست. من خدمتشون عرض کنم میشه کتاب نوشت، رشته داریم، رشته فلسفه داریم، رشته علمی داریم، رشته الهیات داریم، براش کار کردن، یه دیگه شناختی دارن. به من میگن اینا شناخت نیست، اون یه قصه دیگه است. به من میگن حرف مفته، یه قصه دیگری است. ولی کسی این ماجرایی نیست که من درست کرده باشم. ما یه سیستم علمی، فلسفی، مذهبی داریم که اینو میشناسیم. دومین مطلبی که اشاره فرمودن، همه ما میدانیم که ادیان ساخته دست انسانی است. من خوشحال میشم بگم اینشون از کجا اینا رو میدونن، یعنی کجا دنیای علم، چون شما معلوم علمی نگاه میکنن، ثابت کرده که موضوع خدا ساخته مغز انسانی است. این از کجا آورده؟ یعنی چه جوری؟ ببینید ایشون یه فرضی دارن که هرچه که مادی نیست و محسوس نیست و قابل مطالعه علمی نیست وجود نداره. خب اینو میشه فهمید، این یه نگاهیست، یه نظریست، خیلی هم دارن، نظریه محکمی هم هست. میگن آنچه که مرئی نیست، آنچه موجود نیست، وجود نداره، بنابراین خدایی در کار نیست، هیچ چیز غیر از جهان ماده هم نیست. من اونو میفهمم، یعنی یه نگاه فقط علمی دارن، یه پوزیتیویسم قرن 18 دارن، به یک اعتبار قابل فهمی. حرف عجیب و غریبی هم نمیزنن، خیلی هم واقعا به این نتیجه میرسن، ولی ایشون بپذیرن. یه نگاه فلسفی هم هست، ایشون بپذیرن. یه شناخت مذهبی هم هست، ایشون میگن اون دوتا وجود نداره، نداره. ولی اون نتیجه گیری قربونتون، یه دفعه نگه دو به اضافه دو اتوبوس، یه اتوبوس با 40 تا مسافر به نظر شما شدنیست؟ بله، ولی یک به اضافه یک یا یک به اضافه دو اتوبوس نمیشه. استدلالا رو همه جا باید بتونن ذره به ذره ثابتش کنن، پیش برن. همه ما میدانیم، من یکی که کارم درس دادم روانشناسی، جامعه شناسی، دین، همچین تئوری اثبات شده ای رو ندیدم که ایشون، اونم نه تنها میگن اثبات شده، اونم همه میدونن. پس این پیروان ادیان که دارن برش میکشن و کشته میشن، همه میدونن که خدا و دین رو خودشون ساختن. یه ذره انصافم خوبه و شاید هم همینجا یه جسارتی از حضور شما بکنم. دوستان بنویسن توی ایمیل هاشون که میخوام نام من ذکر بشه، چون وقت دست و بار ما رو هم باز میکنه. من با هیچ کس بحثی ندارم، ولی با موضوع دارم. بنابراین من نمیدونم چه دلیل داره که ما اسم ببریم، مگر اینکه به دلیل خودشون اصرار داشته باشن، بگن لطفاً نام مرا ذکر کنید. اون موقع مسئولیتشون با اونهاست، ولی ضمناً به ما اجازه بدن که مخالفت رو با خودشون نگیرن، مخالفت رو با عقیده بگیرن. بسیار خوب، میشه این رو خواست. دنبالش رو میشه بخونید لطفاً. بله چشم. ولی شما باید از ایشون بپرسین که آخه ما باید همه چی رو با توجه به گذشته و عملکرد و خواستگاهشون بسنجیم. همه ما میدانیم که مذهب ساخته ذهن بشر نادان بود و کتاب‌های آسمانی و تعریف آنها از خدا و جهان بسیار کوچک و حقیرتر از آن است که این جهان را به وجود آورد. این جهان در همه ابعادش بسیار پیچیده‌تر از دنیای کوچک کتاب‌های مذهبی است. پس نمی‌توان جهان مذهبی را یک دنیای قابل اعتماد در کنار دنیای علمی قرار داد. خب این حرف یه مقدارش درست، اگر خاطر عزیزتون باشه، درباره یه موضوعی بنده هم عرض کردم که این داستان‌ها کودکانه است، مطلبی که می‌فرمایند. ولی شاید اون زمانی که ادیان یه حرفی زدن، اینا بالاترین حرفو داشتن. ببینید، ما از نظر جامعه شناسی، یه جامعه شناس خیلی برجسته فرانسوی که الان اسمش رو رفته، اصلا معتقد فرهنگ و بسیار از این جوامع مساویان با مذهب. یعنی شما به ایران نگاه کنید، فکر کنید مثلا فرهنگ کنونی ایران بیشتر بار مذهبی رو داره یا بار یه چیزی غیر از مذهب رو داره. دوم، مذاهب یه مقدار حرف زدن و یه مقدار ادعا داشتن، حتی بر اساس فرض ایشون، اصلا فرض رو بر این میگیریم که ادیان ساخته دست انسان هست، بنابراین علم و آگاهی انسان بوده که اون رو ساخته و ایشون معتقدند که مبتنیست بر جهل و ترس. خب خیلی از باورهای ما راجع به فیزیک و زمینهای طبیعی هم به خاطر جهل و ترس بوده، ولی انسان قرار بوده برای هر پرسشی که به ذهنش میاد پاسخ داشته باشه. اون پاسخ ایشون میگن اون پرسش ها، اون پاسخ ها پاسخ های
درست و مناسبی نیست، ولی بعد باز نتیجه گیری کسانی که این پاسخ‌ها رو دادن پس نمیتونن دنیا رو خلق کرده باشن، باز نتیجه خودشونه. ایشون به من میگن که اگر یه بچه یه ساله یا دو ساله ازش پرسیدیم که مادر کیه یا سگ کیه یا چیه، فکر کنید توضیح درستی میده. خب اون که میتونه جوابش درست نباشه، ولی معناش نیست که سگ یا مادر وجود نداره. یه مقدار باز از نظر استدلال نتیجه گیری ها خیلی تند و تیزه، ولی آقای دکتر بیشتر. آقای دکتر نایدی، من فکر میکنم یک مسئله مهمی رو دکتر هلاکویی اشاره کردن که فراتر از این پرسشه. اولا من خواهش میکنم دوستان، ما وقتی داریم پرسش میکنیم توجه داشته باشیم که میخوایم راجع به موضوع پرسش بکنیم. چه شما با من مخالف باشید یا با دکتر هلاکویی مخالف یا موافق باشین، مخاطب قرار دادن من الان همش گیر اون واژه اولیه‌ای شدم که ایشون استفاده کرده بود. میتونستن به طرز بهتر این رو بیان کنن، بهترم شنیده میشد. اجازه بدین که ما شبیه کسانی که الان در کشورمون دارن کشورداری میکنن رفتار نکنیم، یک نوع ادبی رو رعایت کنیم در پرسش کردن و مفاهیمی که میخوایم بپرسیم. یک نکته بسیار مهمیه دکتر هلاکویی اشاره کردن که این همون ناشی از نداشتن دیدگاه علمیه. همه و هیچ، یعنی فرض کنید که ما میریم ایران و در محدوده تهران هستیم، شمال تهران، در اون مدت در بین یک سری خانواده های خاصی هستیم و همش هم مهمونی هستیم، برمیگردیم اینجا و بعد میگیم تو ایران همه خوشحالن، همه مهمونی میدن، همه دارن کیف میکنن. یک کس دیگه میره در یک نقطه دیگه ای از ایران، در منطقه فقیرنشین، در منطقه که فلاکت باره، و برمیگرده میگه همه ایران، مردم ایران دارن از فقر میمیرن. این همه یا اینکه هیچ کس یا همه با ما موافقن یا همه با ما مخالفن، به نظر من ناشی از نداشتن یک دیدگاه علمی است. هر کسی که حرف از همه یا هیچ میزنه، به نظر من درک درستی نه از علم داره، نه از آمار داره، نه از عدد داره، نه از رقم داره. من در کل میخوام همین رو بگم. مسئله هم که دکتر هلاکویی گفتن یک طبقه بندی بسیار مشخصی است که انجام شده. ما سه نوع جهانبینی داریم، یا جهانبینی علمیه، یا مذهبیه، یا دینیه، و یا فلسفیه. این قرن هاست که به این ترتیب داره تقسیم بندی میشه، چیز جدیدی نیست، این اختراع دکتر هلاکویی نبوده. سپاسگزارم. این ایمیل رو من اسم رو نمیخونم، برای اینکه نکته ای که توش هست ممکنه که به اصطلاح نخوان که اسم خونده بشه، ولی در حال همه اینها هیچ کدومشون امضا محفوظ نیست. با سلام خدمت شما جناب فروزنده، من چندین سال است که برنامه های دکتر هلاکویی و شما را دنبال می کنم و چیزهای زیادی یاد گرفتم و از این بابت سپاسگزارم، و در باره حرفهای دکتر هم با ایشان موافق هستم، ولی می خواهم موضوعی را برای ایشان مطرح کنم که نظر ایشان را در این بابت بدانم. من و همسرم از 20 سال پیش در رابطه با خودشناسی تحت نظر دکتر روانکاوی که دکتر هلاکویی کاملا ایشان را میشناسند کار میکنیم. مسئله این نیست، مسئله اصلی این است که در طی یکی از جلسات روانکاوی، همسرم که میتواند این را به طور کامل توضیح دهد، یک مرتبه از جسم خودش به صورت یک انفجاری خارج میشود و خودش را از بالا میبیند که جسم خودش روی زمین افتاده و او از بالا و در حد سقف اتاق همه چیز را میبیند، که اگر لازم داشتید میتواند عین واقعه را کاملا توضیح داد. و با تایید دکتر روانکاوی که کاملا دکتر هلاکویی ایشان را میشناسند. حالا سوال من این است که جناب دکتر، شما در این رابطه چه نظری دارید؟ با سپاس از زحمات شما، پاینده باشید. پاسخ خیلی روشن عزیز. ماجرای اوت اف بادی اکسپریانس برای آدم‌ها اتفاق میفته. علتش این است که دنیای تخیل ما توانینو داره. یه عالمم کتاب در این زمینه نوشته شده. اون تیکش که گزارش این آدماست، گزارششون درسته، ولی یه دستوش برای که اثبات بکنن یه چیزای دیگه در میارن. کتابای از اتفاق دانشگاه واشنگتن در سیاتل مدت‌ها قبل اینا رو زیر سوال بردن و یه تحقیق روش بود و جوابایی رو دادن. مطلبی که ایشون میفرمان یه تصور و توهمی است که من و شما در عالم رویا هم داریم. وقتی من و شما میخوابیم، رفتیم یه جایی، با یه کسی حرف زدیم، با یه کسی صحبت کردیم،
این کار یا اون کار کردیم و نکردیم، در مورد همش هم معتقدیم. این اوت آف بادی اکسپریانس هم یه تجربه است، مطلقاً واقعیت نداره. ایشون یه همچین حرفی رو که میزنن درست میگن، دروغ نمیگن، ولی یه تجربه تخیلی انسانه. اگرم جسارتی به ایشون همسر ارجمندشون نباشه، متاسفانه یک گرفتاری و بیماری است و با دارو هم حل میشه، دیگه هم همچین تجربه ای رو نخواهند داشت. یعنی موضوع کاملا میتونه منتفی بشه برای کتاب. ولی اینکه ایشون تصور کنن که یه چیزی از ایشون خارج شده که غالب اوقات مثلا روحه، رفته اون بالا و به ایشون نگاه کرده، یعنی بدن خودشو دیده، این حرف فراوون گفته شده. آدم ها واقعا نشون دادن که یه چنین چیزی رو حس کردن، احساس کردن، باور کردن، بیان کردن. ولی این مثل یه بیمار اسکیزوفرنیست که ممکنه الان تصور کنه یه آقایی هم اینجا نشستن و دارن من و شما رو کمک میکنن. شما اگر بیمار اسکیزوفرنی بید، اون یه واقعیت رو تصور میکنه نیست. out of body experience یعنی تجربه خارج از بدن هم از اینجاست. مطلقاً هم پدیده ای نیست که بشه هیچ جور در چارچوبی که میتونیم ثابتش کنیم اونو نشون داد. اگرم کاری کردن که من نمیدونم، میشه نشون داد این آدم همون آدمه. ولی اگر اشاره به این است که من دوست عزیزی که روانکاو هستن، ایشون ازش خبر دارم، اونو میفهمم، برای که ایشون هم. ولی اگر ایشون باور کردن که همچین اتفاقی افتاده، روانکاو خوب و عزیز من، هر کس که هست، چون اسمی هم نبردن، مطمئنم که نخواهند برد، ایشون نگاه علمی و ندارن و نگاه واقع بینی و نگاه در حقیقت روانشناسیشون درست نیست. خودشون از اون گروه دوستانی هستن که به ماجرای روح و خروج روح و آمدنش و اینا و این out of body experience و new death experience و تجربه قبل از مرگ و اینا باور دارن و متاسفانه همش رو میدونیم کجاست و حتی دقیقا هم میدونیم کجای مغز میسازه. با دارو هم میشه دیگه نسا. برای هر کسی فکر کنه اینا رو داره، لطف کن تلفن کنن، من میگم یه روان پزشک دارویی براشون بنویسه، میرن خوب میشن، دیگه هم از این تجربیات وحشتناک نخواهند. خب آقای دکتر نیری، آقای دکتر نیری، آقای دکتر ندارن، شما هیچ خستگی در حرفای دکتر هولاکویی حس میکنید؟ آقای دکتر هولاکویی، من میخوام امروز روانکاویشون کنم. آقای دکتر هولاکویی اکستروورت هستن، برونگرا هستن، انرژی از جمع میگیرن و کاملا من درکشون میکنم. برای همینه که وقتی که حس میکنن با تعداد زیادی از همزبانان و همیهنان گرامیمون در تماس هستن، مثلا انرژی میگیرن و حالا یک ساعت دیگه برین سراغشون میبینین انرژیشون تحلیل رفته. برای همین دکتر هولاکویی باید همیشه مقابل دوربین یا میکروفون باشن تا اون انرژی رو از جمع بگیرن. سپاس. نه دکترای روانکاوی رو هم از ایشون بگیرید، چون حرفا خوب بود اما درست نبود. اشکال در برسی دکتر شد. خب من هنوز سوالاتم تمام نشده، نمیدونم در 30 ثانیه هر کدوم ارزیابیتون از طرح سوالات بفرمایید. بنده بسیار خوشحالم، واقعا صمیمانه صادقانه خوشحالم از سرتر این سوالا. اصلا اگر این سوالا نباشه هیچ موضوعی هیچ وقت شناخته و شکافته نمیشه. بنابراین سپاسگزار شدم و امیدوارم به این نکته توجه داشته باشن که در وقت کوتاه و مثلا با دقتی که بسیار دوست دارن، چاره جز بیان یک کلیاتی با یه اشاراتی نیست و بنابراین عرایض من همش در خور اعتراض و انتقاد است و اینو خودم میدونم. جناب دکتر نیری، شما هم 30 ثانیه بفرمایید، بعد مرخصی. خواهش میکنم. من تایی میکنم همونطور که گفته شد، باور من این هست که فرهنگ ما همیشه پرسشگری رو سرکوب کرده. خیلی خوب هست که این اجازه رو بدیم پرسش ها مطرح بشن، هرچند که ممکنه کیفیت پرسش ها بر حد مطلوب نباشه، ولی من مطمئنم وقتی که فضا باز بشه برای پرسیدن بدون از ترس و اجازه بدیم که فضای پرسشگری رشد پیدا بکنه، کیفیت پرسش ها بهتر و بهتر. بینندگان عزیز، همونطور که دکتر هولاکویی توصیه کردند، خواهش میکنم اگر برای من ایمیلی رو میفرستید که البته ایمیل خصوصی نیست، ایمیل در مورد یه برنامه‌ای است که در تلویزیون پخش شده و مایل نیستید که اسمتون ذکر بشه، این رو بفرمایید، حتما اسمتون محفوظ خواهد بود. به هر حال ممنونم. هفته آینده با برنامه دیگری در خدمت دوستان عزیز و ارجمند خودم خواهم بود. آقای دکتر، خواهش می‌کنم. آقای دکتر نیری، از شما هم سپاسگزارم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.